رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الامین و على آله الطيبين الطاهرين الذين اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا و لعنة الله على اعدائهم لعنا و بيلا. اللهم صل على كهف الحسين و غياث المضطر المستكين حجتك و كلمتك الناموس الاكبر الامام المهدي القائم. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من انصاره واعوانه والفائزين بلقائه. محضر نورانی عین الله الناظره، اذن الله السامعه، لسان الله الناطقه، ید الله الباسطه، حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله فرجه و جهت تعجیل و تسهیل در امر فرج حضرتش صلوات خواهد بفرمایید. بحثی رو شروع کردیم تحت این عنوان که الله تبارک و تعالی در هر عصر و برهه و زمانی از هنگامی که حضرت آدم رو آفریده تا دامنه قیامت، تا فردی، تا زمانی که آخرین فردی روی کره زمین زندگی کنه، تو کل این دوران خداوند متعال در هر عصر و زمانی یه حجت، یه انسان کامل با ویژگی‌های منحصر به فرد که واسطه بین این انسان‌ها و خدا باشه خلق کرده. هیچ دوره و عصری رو پیدا نمی‌کنید که واسطه بین این انسان‌ها و خدا، یعنی انسان کامل، وجود نداشته باشه. این گذشت، خدا طبق قاعده لطف وظیفه‌ش انجام داده، این انسان کامل رو آفریده. اما بنده و شما هم یه تکلیفی داریم، من و شمای بشر و انسان هم در قبال این خدا و این انسان کامل یه وظیفه داریم. وظیفه‌مون هم اینه هر انسانی در هر دوره‌ای که هست بگرده او انسان کامل زمانشو بشناسه. دلائلی رم ذکر کردیم، گفتیم چرا کسی مچتون گرفت، چرا باید انسان کامل رو بشناسم؟ حالا خدا که آفریده دیگه، زمین آسمون هم که به برکت او انسان کامل سر پاس، ما هم که نفس میکشیم به برکت او انسان کامل، حالا چرا باید من بشناسمش؟ ادله‌ای رو ذکر کردیم، 4 علت رو شب‌های گذشته ذکر کردیم. مثلا گفتیم طبق فرموده امام حسین سلام الله علیه، علت خلقت بنده و شما شناخت این انسان کامله. عرض کردیم برای نجات 2 از فتنه های آخر از زمان بعد ای آقا رو بشناسیم، و 2 علت دیگه هم ذکر کردیم. امشب 5 علت رو هم ذکر میکنیم که چرا بعد ای انسان کامل رو بشناسیم، به چه علت شرعی ما موظفیم بریم او انسان کامل، حجت خدا، امام زمانمون رو بشناسیم. خب خیلی از شب اول گفتیم شناخت، شناخت، معرفت. حالا امشب وقتشه که خود شناخت و معنا کنیم. یعنی چی امام زمان رو بشناسیم؟ این شناختی که هی داریم میگیم واجب است، لازم است، باید بشناسیم، نشناسیم عذاب سختی در پی داریم، شناخت یعنی چی؟ چیه امام زمان رو بعد بشناسیم؟ جواب، میدونید چرا اینو مطرح میکنم؟ چون بعضیا امام زمان رو نشناخته گمان میکنن شناختن، توهم شناخت دارن، فکر میکنن شناختن و دیگه سراغ شناخت بیشتر نمیرن و همینا زمین میخورن و همینها عذاب شامل حالشون میشه. دقت کنید، شناخت 2 شاخه است. شناخت امام زمان 2 بعد داره. از 2 جهت باید امام معصوم رو در هر عصر و زمانی بشناسیم. بعد و شاخه اول شناخت شناسنامه ای،
شناخت شناسنامه ای. این انسان کامل و این حجت خدا امام زمانی که در عصر ما هست اسمش چیه؟ همونایی که صفحه اول شناختتون هست، شناسنامتون هست، اسمش چیه؟ لقبش چیه؟ اسم پدرش چیه؟ اسم مادرش چیه؟ چه سالی متولد شده؟ کجا متولد شده؟ این شاخه اول شناخت و مهمترین شاخه. این شاخه رو الحمدلله رب العالمین ما شیعیان دوازده امامی داریم. آقا از هر کدوم از شما الان سوال کنم امام زمانتون کیه، همه خواهید گفت حضرت مهدی است، پسر امام حسن عسکری، مادرش نرجس خاتون، نیمه شعبان سال 255 سامرا به دنیا اومده، 1178 سالشه. هیچ کدومتون امام زمانتون رو کسی دیگه معرفی نمی کنید. الحمدلله رب العالمین، الهی شکر، خدا رو شکر که این ما داریم این قضیه رو. البته اثباتش باز خودش مفصله، کتاب ها نوشته شده، اگر کسی اینم قبول نداشت از چه طریق اثبات کنیم؟ حالا کار ما فرض میگیریم همه مخاطبین ما شیعه دوازده امامی هستن، بله اونجا خیلی بحث داریم، خیلی صحبت ها داریم، کلان حرف داریم اونجا که اثبات وجود ناظرین حضرت، اما فرض میکنیم مخاطبامون شیعه تا اینجا رو قبول دارن، این شاخه اولش داخت. اما این کافی نیست. زمزمه هایی که گاهی وقتا تو جامعه میشناسید که همه مردم امام زمان میشناسن، ای اون شاخه اول شناخته، فقط شاخه اول شناخته. فقط میگن امام زمان مونم جون تقلیدی یاد گرفتن کی پسر کی مادرش کی چه سالی متولد شده. این 50% مهمه اما کافی نیست، مهمه اما کافی نیست، لازم است و ناکافی. یک شاخه دوم شناختی هم بعد بهش اضافه کنیم. دو شاخه دوم شناخت، بعد دوم شناخت، جهت دوم شناخت واجب، شناخت اوصاف، ویژگی ها، خصوصیات امام زمان. ایشون چه کار است تو این عالم؟ جایگاهش چیه تو این عالم؟ علائم ظهورش چیه؟ وقایع پس از ظهورش چیه؟ اینا رو هم واجبه بشناسیم. جامعه ما تو این شاخه دوم شناخت بسیار بسیار ضعیفه. بذارید فتوا هم بگم بهتون. در برخی از روایات مهر خورده امیرالمومنین امام صادق، فهمیدن 5 تا علامت قطعیه و حتمیه است. مثلا خروج سفیانی به امام صادق سلام الله علیه و برخی از اهل بیت فرمودن او مهدی که میگن شما اید، حضرت فرمود مگر سفیانی قیام کرده؟ مگر سفیانی ببین چقدر مهمه؟ امام صادق فرمودن لابد کفاکم به سفیانی علامتن، سفیانی برای علامت فرج امام زمان کافیست، واجب بریم یاد بگیریم. این شاخه دوم شناخت، اینو نداریم. آشخ ابراهیم حائری میگه تو کوفه، مسجد کوفه معتکف شد، محل مسجد کوفه، وطن همه شیعیان، هر کس مسافر باشه اونجا بتونه نمازشو کامل بخونه، ولو یه صد میخواد اونجا باشه. مکان مکان عظیم، مسجد امیرالمؤمنین، عبادت عبادت خاص، اعتکاف، آدم آدم با تقوا، شیخ ابراهیم حائری، اینا همه دست به دست هم داد، امام زمان رو دید. حجت خدا از من و شما شیعه که شاخه اول شناختو داریم، میدونیم یا آقا کیه، شاخه دومو نداریم، تکلیفونو در مقابلش نمیدونیم، گله داره. من قیامت جلو پیغمبر اکرم، جلو حضرت زهرا چطور سرمو بیارم بالا که پسرش از من گله داره؟ آقا ببین ما یه نماز میخونیم، مگه همین نیست که میگن حرف اشتباهی که به خوردتون دادن، حرف غلطی که مردم به خوردتون دادن، تو گوش و مغزتون فرو کردن، تو نمازتو بخون، تو روزتو بگیر، تو کاسبیت ربا نداشته باش، گرون فروشی نکن، کم فروشی نکن، خانم جلو نامحرم حجاب، آقا با نامحرم چشمتو حفظ کن، همینا رو همینی امام زمان بس دیگه. آقا چه کار کنید دیگه؟ امام زمان همینه میخواد. دروغ است، دروغ است، دروغ است، به قطره قطره خون سید و شهدا دروغ است. دروغ گفتن بهتون، سرتون رو کلا گذاشتن، گمراهتون کردن. کی گفته فقط نماز و روزه بسه؟ اولا حتما لازمه، من باید نمازمو بخونم، باید روزمو بگیرم، بعد جلو نامحرم حواسم جمع بشه، خانوم بعد جلو نامحرم حجابش رو رعایت کنه، کاسب بعد رعایت کنه. اما اینا که مهدویت نشد که.
اینا یه سری واجبات است به گردن من شما. مهدویت، اعتقاد به امام زمان، شناخت امام زمان چیز دیگری است. با همین حرفا دارن فرج امام زمان به تأخیر میندازن، با همین دروغا که به خورد شما دادن. آقا امام باقر سلام الله علیه شیخ کلینی اصول کافی میاره با سند صحیح، با سند صحیح، راویاش 12 امامی عادل، ایشون از قول امام باقر میاره اسلام 5 تا پایه داره: نماز و روزه و زکات و حج و ولایت. به قول ما طلبه ها ولایت قسیم این 4 تای دیگه است، نه قسمی از اونا. بعد فرمودن افضلهن الولایه، با فضیلت ترین این 5 تا پایه اسلام ولایت هست، امامت اهل بیت. کی به من شما گفته شما نماز بخون جایی ولایت رو میگیره؟ دروغ گفته. نماز بدون ولایت اهل بیت انسان رو گمراه میکنه. امیرالمومنین ابن عباس رو فرستادن، گفتن ابن عباس میری خوارج رو میکشی، برو باشون بجنگ. اینا دیگه خراب کردن، دوروبر کوفه گرفتن. ابن عباس رفت برگشت گفت من اینا رو نمیکشم. ای چرا؟ از امر امیرالمومنین امامت داری تخطی میکنی؟ گفت یا علی پیشانی اینا مثل زانوی شتر پینه داره. عرب وقتی میخواد مثال بزنه به پینه درشت میگه مثل زانو شتر. یا علی پیشانی اینا مثل زانو شتر پینه داره. اینا آستینا رو میدن بالا، پاچه ها رو میدن بالا، رو خاک تا صبح سجده میکنن، نماز شب دارن، قرائت قرآن دارن، خیلی آدم های عابد و زاهدی هن. بکشم. حضرت فرمود بکش. خودشون رفتن جنگ نهروان رفتن، نصیحت کردن، اونایی که توبه کردن برگشتن به دامن ولایت توبه شون قبول کردن، اونایی که برنگشتن از دم تیغ گذروندن. اون نماز و عبادت بی ولایت امام عصر 2000 ارزش نداره. او پینه به درد شمشیر میخوره، اون لب و دهان به درد شمشیر میخوره که بدون ولایت امام زمانت داری قرآن میخونی باش، قطع بشه فایده نداره. اگه قرار بود که فقط مردم عباد واجباتشون انجام بدن، سراغ امامت به ولایت نرن، اهل بیت پس چرا اشتباه کردن 10000 روایت در مورد مهدویت از زبانشون صادر کردن؟ پس اشتباه کردن دیگه. اهل بیت در مورد همین واجبات مستحبات تنها صحبت میکردن، چیزی از مهدویت نه. چرا همه چند هزار روایت مردم رو مشغول کردن؟ بله، پس شیخ صدوق بیکار بود، همون ملا یحضر الفقیه رو در فقه مینوشته که چرا کمال الدین اینقدر وقتشو گذاشت. بله، اصل محمد تقی موسوی اصفهانی چرا 17 سال عمرشو گذاشت؟ این عالم یه مکشال المکارم 2 جلد در مورد امام زمان نوشت، 17 سال 10 تا رساله عملیه مینوشت. چرا؟ چرا ائمه علما همش دارن امام زمان معرفی میکنن؟ کی حرفا چیه به گوش هم دیگه میخونیم؟ عبادت بدون شناخت حضرت حجت 2000 تو دنیا و قبر و قیامت ارزش نداره، فایده نداره. امام زمان میدونی اون کس شیعه ای که آقاش ازش شکایت داره بعد سرش بکنه زیر گل؟ وای بر اون روزه من. آقام از من شاکی شد، آخ آخ آخ. حسین زمانم از من شاکی شد، علی زمانم از من شاکی شد، وای بر من، وای بر من نماز خون. گله کرد، گله کرد، وای بر من. امامت و شناخت امام زمان غیر از نماز روزه است. گول نخورید. این دو تا شاخه شناخت، شناخت شناسنامه ای داریم الحمدلله، شناخت اوصاف، ویژگی ها، خصوصیات، وظیفمون در مقابل امام زمان، علائم ظهورش، وقایع بعد از ظهورش، انتظارش یعنی چی. این شاخه دوم شناخت. علت پنجم که چرا بعد این آقا رو بشناسیم، در لحظه جان دادن بسیار به این شناخت نیازمندیم. در لحظه جان دادن بسیار به این شناخت نیازمندیم، شناخت امام زمانمون. خب به چه دلیل میگید؟ روایت بهار الانوار جلد 23 صفحه 76 علامه مجلسی از محاسن برقی ذکر میکنه این رو. جریان اینه: امام صادق سلام الله علیه فرمودن همانا زمین اصلاح نمی شود مگر با وجود امام، و هر که بمیرد و امامش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است. بعد حدیث رو تصویری کردن، حضرت فرمودن و زمانی که شما
خوب گوش بدید، و زمانی که شما بیشتر از هر موقع دیگر به این شناخت، یعنی شناخت امام زمانتون نیاز دارید، هنگامی است که جانتون به اینجا برسه. و احوا به یدهی الی صدره، به سینه و ترقوه حضرت اشاره کردن، فرمودن وقتی جانتون برسه به اینجا، حساس ترین لحظه است که به شناخت امام زمان نیاز دارید. خب حالا چرا اینجا از کل زندگی 60 ساله 70 ساله 80 ساله 120 ساله جان به اینجا که میرسه چه خبره؟ گوش بدید ببینیم تو این حدیث چی میخواد بگه امام صادق، راحت رد نشه. از ماه چهارم که جنین تو رحم مادره، روح به این جنین حلول میکنه. تا قبل از ماه چهارم گوشته، لذا اگر سختم بشه 40 روز اول یه مقدار دیه داره، 40 روز دوم بیشتر میشه، 40 روز سوم بیشتر میشه، 40 روز تا رسید به 4 ماه اگر سخت بشه دیه کامله داره، دیه کامله. از ماه چهارم که روح به جنین حلول میکنه تو رحم مادر، این جسم و روح کنار هم قرار میگیره، داخل هم نفوذ میکنه. پیچ مهرشون چیه نمیدونیم خدا وکیلی، اصلا این روح چی هست اونم نمیدونیم. قرآن یسالونک عن الروح، پیغمبر از روح ازت سوال میکنن، جواب نمیخواد بدی، قل الروح من امر ربی، کلی به اینا بگو روح یه چیزی است از جانب پروردگار من، وارد جزئیات نشی، نمیدونیم چیه. بعد ماورایی ما، از ماه چهارم که جنین صاحب روح شد، این جسم و روح از هم جدا نمیشن هیچ وقت، 100% با هم. خیلی هم تو هم نفوذ دارن، فقها ها فتوا میدن اگر قسمتی از بدن شما پوستشو بکنی، این لبتون رو یا این گوشه ناخونتون رو، این پوستشو بکنی، اگر با سوزش و درد جدا شد، با خون جدا شد، معلوم میشه روح داشته. نجسه ها، یه تیکه پوستی که با کندید خونی شد از گوشه ناخونتون یا از لبتون، این روح داشته نجسه، تو دست پا نندازید، روح داشته کند. ببین تو سلول سلول و جزئیات بدن ما این روح حلوله، نمیدونیم چجوری، نمیدونیم چجوری این روح هست، هیچ وقت جدا نمیشه تا جان من شما به سرانجام برسه، پیمانه عمرمون پر بشه. عزرائیل بله، برو قبض روحش کن. چشم، معمولا گردن ملک الموت عزرائیله، فرشته مرگ میاد بالا سر، قبضه، قبض روح، روح رو میگیره. میخوام برسیم به یه روایت. آقا مگه روح دستگیره داره؟ گفتیم نمیدونیم. آقا از این سوالا نپرسید، نمیدونیم عزرائیل چجوری قبض میکنه. روح را میگیرد، یواش یواش، آرام آرام، روح تو بدن راه میفته، از سر خارج میشه. قرآن میگه اذا بلغت تراقی، هنگامی که این روح برسد به ترقوه ها. ببین رسیدن تو زبان فارسی و عربی کی به کار برده میشه؟ کسی یا شیئی یا چیزی از یه جای حرکت کنه بره به یه مسیر دیگه، به اونجا که میرسه میگن رسید. رسیدن مال یه حرکتی. قرآن میگه هنگامی که روح برسه به این ترقوتون. روایات رو که نگاه میکنیم میبینیم بله، از نوک انگشتان پا روح شروع میشه اخذ شدن، میاد تا بالا. لذا قرآن میگه همونطور که این بدن خالی میشه، والتفت ساق به ساق، ساقاتون میپیچه به هم. دیدید بعضی جاها شست پای محتضر رو میپیچن دوتا به هم، این پاها به هم نپیچه. آرام آرام روح میاد بیرون، ساق پا و زانو و ران و شکم و سینه و گلو و گردن از سر میاد بیرون. بعضی ها تو یه هزارم ثانیه طول میکشه، تو هواپیماست منفجر میشه، به کمتر از ثانیه این خروج رخ میده. بعضی هم چند روز جان میدن. دیدید؟ تو بیمارستانه، تو خونه افتاده، سرطان وجودشو گرفته، آرام آرام چند روز زجر میکشه جان میده، اما کیفیت خروجش همینه که عرض کردم، حالا طول مدتش فرق میکنه. خب حالا چرا اشاره کرد امام صادق به این گلو؟ حساب داره ها، اینا معارف ناب خاندان نبوته. فکر کنیم تو روایات چیزای گیرمون میاد. روح تا به گلو و این سینه و ترقوه نرسیده، انسان هنوز چشمش به او بر آب باز نشده. روح تا هنوز داره میاد بالا تو بدن، هنوز مادی هستی،
همینقدر که روح رسید به این ترقوه و به این سینه، چشممون باز میشه، پس پرده رو میبینیم. فبصرکل یوم حدید، اون روز چشممون میشه تیز. وقتی روح رسید به گلو، در توبه هم بسته است. لذا تو روایات داریم تا جان به گلوتون نرسیده جای توبه دارید. جان به گلو که رسید در توبه هم بسته شد، چون دیگه کارتون تموم شد، دیگه چشتون به او ور آب باز شد. دارید میبینید، گناه کنید اینه، عذابش، ثواب کنید نعمتش اونه، دیگه جا توبه نیست. لذا قرآن میگه فرعون در حال غرق شدن بود تو حالت، گفت خدای استغفار، و بی خود دیگه الان وقت استغفار نیست، وقتت گذشت، چشت باز شد، وقت اختیارت دستت رفت. روح که برسه اینجا چشم انسان باز میشه. امام صادق اشاره کردن به همینجا، فرمودن روحتون به این سینه و گلو و ترقوتون که برسه، حساس ترین وقتی است که به شناخت امام زمان نیاز دارید. میدونید چرا؟ چشمتون باز میشه. این دیگه چشمتون چشم مادی دنیوی نیست. روایت داریم الناس نیام اذا ماتون تبهو، مردم خوابن وقتی مردن بیدار میشه. تازه بمیریم بیدار میشیم، الان خوابیم، الان خوابیم، ملائکی که نازل شدن تو مجلس اهل بیت رو نمیبینیم، الان خوابیم، امام زمانم که رد بشه میبینیم نمیشناسیم یا نمیبینیم. اونجا چشمون باز میشه، از همین لحظه که روح برسه به اینجا چشمون باز میشه. چش که باز بشه، حقیقت و پس پرده عالم رو ببینیم. پس پرده عالم چیه؟ دعای عدیله، به یمنهی رزق الورا. ببینیم عجب، امام زمان کسی است که به برکت او کل این خلایق داشتن روزی می‌خوردن. همه این خلایق، پیر و جوان، زن و مرد، کافر و مسلمان، حیوانات، اجنه، همه به برکت او دارن روزی دریافت میکنن. ان الله هو الرزاق، روزی رسول خداست. اما وابتغوا الیه الوسیله، وسیله بین ما و خدا امام هر عصر و زمانی است. روزی هم دو قسم، مادی، همین نفسی که میکشم روزی مادیمه، لباس تنم روزی مادیه، کتاب میخرم روزی مادیه، انگشتر تصویر روزی مادیه، همسرم روزی مادیه، فرزندم روزی مادیه، پولی که تو جیبم میره روزی مادیه، آبی که میخورم روزی مادیه، نونی که میخورم روزی مادیه، یه روزی هم دارم معنوی، کربلا میرم روزی معنویه، عمره میرم روزی معنویه، یه دونه میگم لا اله الا الله روزی معنویمه، روزه میگیرم روزی معنویمه، نماز میخونم روزی معنویه، کلا همه این روزی ها به یمنهی، به برکت امام زمان مندر به من میرسه، چشم باز میشه. یه چیز دیگه ببینم، و به وجودهی ثبتت الارض و السما بکم یمسک السما ان تقع علی الارض، به وجود این آقا خدا زمین آسمون رو سرپا نگه داشته که به هم فرو نریزه. قطب عالم امکان ایشون بوده. این افلاک و عوالم انقدر دقیق داره میچرخه در هر عصری وابسته به امام اون عصر، چشمم باز میشه. امام صادق میگه اونجا جاییست که میگید آخ 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 من این آقا رو نمیشناختم، همه عالم دور سر ایشون میچرخه، با من برک روزی من به دست این آقا بوده، ثبات من، دوام من، بقا من به دستی آقا بوده. اونجا تو سرمون میزنه خدا بذار برگردم من این آقا رو بشناسم، حالا دمش وظیفه من انجام بدم. کلا، بمیر دیگه، وقتت از دست رفت. این علت پنجم که میگیم تا نمردیم عزیزان، تا روح به اینجا نرسیده، لطفاً بریم روایات رو بخونیم، آیات رو بخونیم، اونایی که خوندن برای ما صحبت میخونن صحبتشون رو گوش بدیم، بشناسیم این آقا رو تا روح به اینجا نرسیده، تا تو سرمون نزدیم بشناسیم آقا. این علت بعدی، اینقدر این شناخت واجبه، اهل بیت حاضر نشدن من و شمای شیعه یک شب بدون این شناخت رو سپری کنیم. حاج آقا ما 70 سال بدون این شناخت سپری کردیم. ای وای بر شما، وای بر شما، وای بر ما. اینقدر این شناخت واجبه، اهل بیت راضی نیستن ما یه شب رو بدون شناخت امام زمان به صبح برسونیم، یک شب رو. اینم جواب اونایی که گوشه کنار بهتون میگن که تو برو اول احترام پدر مادر تو درست کن بعدن امام زمان. دروغ نگو به این مردم، بلد نیستی چیزی نگو، خواه حرف نزن، اظهار نظر نکن،
تو بار اول قرائت نماز سوز کن بعد امام زمان. آخه چی نگو عزیز من، چرا به خورد مردمی حرفا رو میدی؟ چرا خواسته نخواسته ای شیعان از امامشون دور میکنیم؟ کجا بریم اعتراض کنیم؟ یحیی بن عبدالله، بله ابن ابی زینب نعمانی میاره در کتاب الغیبین نعمانی، یحیی بن عبدالله میگه رفتم خدمت امام زمان، امام صادق سلام الله علیه، امام صادق به من فرمودن یا یحیی من بات لیلتن، هر کس یه شب را به صبح برساند و امام زمانش را نشناسد و بمیرد، و بمیرد، هر کس منبات لیلتن یک شب رو به صبح برسونه اطلاعات در مورد امام زمانش نداره، آقاشو نمیشناسه و بمیرد، مات میتتن جاهلیه، به مرگ جاهلیت مرده. یک شب بگذره امام زمانشو نشناسه، به مرگ جاهلیت مرده. یه شب اهل بیت راضی نیستن که ما به صبح برسونیم امام زمانمونو نشناسیم. وا مصیبتا. اما همش تهدیدمون کردی آج آقا، همش گفتی باید بشناسید، نشناسید چه اتفاق میفته؟ یکم ثواباش هم بگو، یکم بگو حالا چه گیرمون میاد. بدونی چرا؟ ما آدم ها کاسبیم، حالا ما هم ثوابشو بگم، ما آدم ها کاسبیم، خود ما رو جوری آفرید، تا سمن و مزد و پول یک کاری رو به ما نگن رغبت نمی کنیم. قرآن بخونید، قرآن کلی واجبات گفته، اقیم و صلاح، کتب علیکم و سیام، من استطاع علیه حج، حج انجام بدید، روزه بگیرید، نماز بخونید، واجبات رو بیان کرده. خب اما تو همین قرآن چقدر ثوابم بیان کرده، جنات تجری من تحت هل انهار، یه باغهای بهشتی بهتون میدیم، نهرها و رودها از زیر درخت ها جاریه، و خمر لذت للشاربین، خمر شراب بهتون میدیم قیامت، شراب خدای بله شراب بهتون میدیم قیامت، متا نه مثل شراب دنیا نجس و سردردآور، لذت للشاربین بخورید کیف کنید، و حور عین، حور عین بهتون میدیم. فقط همه قد بهتون میگم لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان، دست هیچ جن و انسی قبل از خودتون بهش نرسید. بعضی جاهاش که استاندارده بهتون میگم، امام صادق سلام الله علیه فرمودن اگه یکی از این حورالعینا بیاد تو فضای دنیا یه سر زلفی پریشان کنه، شما آقایون این مردای دنیا همه از هوش میرن میفتن میمیرن، که چی بود؟ الله اکبر. امام صادق فرمود خدا وعده داده ها، پیغمبر اکرم فرمودن هی بهشتی‌ها که صحرای محشر هستن، این حورالعینشون از توی بهشت پیغام میفرستن خب بیاید دیگه آقا، مثلا بعد که میان پیغمبر توصیف میکنن با جزئیات، چه تاجی به سر گذاشته، چه گردنبندی به گردن انداخته، کفشش چیه، لباسش چیه، اینا معانقه میکنن، دست به گردن هم میشن. روایت اینه 500 هزار سال دست به گردنشون طول میکشه، نه ای خسته میشه نه او. میبینی خدا ثواب ذکر کرده، چون میشناسه ما رو، میدونی این آدمی زاد بی مزد کار نمیکنه. حالا ما رفتیم زحمت کشیدیم، یه کتابی هم خریدیم، یه نواری و سی دی هم گرفتیم، فکر کردیم، مطالعه کردیم، آقامونو شناختیم، این وسط چی گیر ما میاد؟ آقا گوش بده، امام صادق سلام الله علیه فرمودن من عرف امامه، هر کس امامش را بشناسد، با همین دوتا شاخه شناختی که ما گفتیم دیگه، این شناخت، این دوتا شاخه یادتون باش، ثم مات قبل ان یقوم صاحب هذا الامر، هر کس امامش را بشناسه قبل از این که امام ظهور کنه بمیره، اصلا ظهور را درک نکرد، مرد قبل از ظهور امام زمان، اما با شناخت مرد، با معرفت مرد. خب گوش بدید، کان به منزلت من کان قاعدن فی عسکره، این شخصی که با شناخت امام زمانش مرده مثل کسی است که تو لشکر امام زمان نشسته است، ثواب رزمندگان در رکاب امام زمان رو داره، اونایی که سینه سپر کردن، آخه امام زمان 8 ماه می جنگه بعد از ظهور، سینه سپر کردن کشته بشن،
اونایی که کشتن میشن یه عده ایشونا دعای عهد میگیم چی؟ والمستشهدین بین خدای مرجود شهدای در رکاب امام زمان، یعنی یه عده کشتم داریم شهیدم. شما قبل از ظهر تلاش کن، زحمت بکش، حدیث بخون، سخنرانی گوش کن، کتاب بخون، ای آقا تو هی بشناس فتیله شناخته ببر بالا. قبل از ظهورم اگر به رحمت خدا رفتی ثوابت مثل اون کسی که تو لشکر امام زمان نشسته. بعد حضرت کم تعمل کردن فتیله رو بردن بالاتر، لا فرمودن نه بل به منزلت من قعد تحت لوائه، بلکه این شخصی که با شناخت امام زمان مرده مثل کسی است که زیر پرچم امام زمان نشسته، چون لشکر حضرت حلقه های متعدد داره. حلقه اول و مهمترین حلقه 313 نفرن یاران خاص حضرت، هر کدومشون یه سلمان فارسی هم برای خودشون، یه ابوذری هم برای خودشون، او حلقه اول. یه قدم دیگه میده اوورتر، درجه پایینتر، 10,000 نفر حلقه دوم. این 10,000 نفر یعنی که تا تعدادشون کامل نشه آقا قیامش از مکه شروع نمیکنه، با امام زمان با 313 نفر شروع نمیکنه، با 10,000 نفر شروع میکنه. 313 نفر حلقه اول، حلقه بعدی 10,000 نفر، آقا از مکه که میرن بیرون به مدینه و جهادی تا صدها هزار نفر میرسه. لذا لشکر حضرت طولانی. امام صادق میفرماید بشناسید آقا رو، مثل یکی از اون 313 نفر حسابتون میکنه. من تو رخت خواب بمیرم، کف پام رو به قبله، زن بچه دور و بر تو امنیت، من ثوابم بشه مثل اونا؟ بله، چون یه چیزی رفت تو نام عمل، تو ذهن و دل، شناخت حجت ابن الحسن. کدوم ثواب، کدوم عبادت اینقدر ثواب داره؟ بعد فتیله رو بردم بالاتر. رواه بعض اصحابنا، تو برخی از روایات این جمله رو هم داریم، به منزلت من استشهد مع رسول الله. اگر کسی آقاشو شناخت، امامو شناخت، مرد قبل از ظهور، مثل کسی است که تو رکاب رسول خدا شهید شد. خدای تو شاهدی از قول رئیس مذهب بگه. میدونید معناش چیه؟ شهدای در رکاب رسول خدا میدونید کیان؟ یه نمونه شهدای جنگ بدرن که همین ماه مبارک رمضان سال روز جنگ بدره. 313 نفر مسلمونا بودن، 1,000 نفر کفار بودن، 1-3 هر یه مسلمون بعد با 3 تا کافر می جنگید، کافر تا دندان مسلح. آقا مزد سیدی گوش گرداناتونو گوش بدید، مزد حدیث خواندناتون، آقا مزد اونایی که کتاب میخونن امام زمانو بشناسن، بشنوید. فقط عبادت و نماز روزه فرض نکنیم. بعضی از شهدا شهدای جنگ بدن، 1-3 می جنگیدن. لشکر اسلام یه دونه اسب داشت، لشکر کفار چند ده تا اسب. اینا چند تا دونه شتر داشتن، اونا چند صد تا شتر داشتن. اینا وسایل ابزار جنگیشون معمولی، کفار قریش تا دندان مسلح. جنگ نابرابر 1-3، یه عده کشته شدن، شهید شدن، بدنا شکاف برداشته شد، دستا قطع شد، پاها قطع شد، کور شدن یه عده از مسلمین. تو اون سختی شما تو رخت خواب بمیری، ثوابت بشه مثل ثواب شهید جنگ بدر. خدای رو چه حسابی؟ خدای پارتی نیست، چرا پارتیه؟ خب چرا به من یه همچی ثوابی دادی؟ چون شما یه چیزی به نام عملت فرستادی، امام تو شناختی. کدوم عبادت یه همچی ثوابی داشته باشه؟ کدوم روزه یه همچی ثوابی داشته باشه؟ کدوم نماز یه همچی ثواب؟ این مزدتون. بعد وقتی میگن میشه مثل شهدای در رکاب رسول، خب میدونید یعنی چی؟ بذار ولتون نکنم. یعنی قبض روحتون میشه مثل قبض روح شهدا. یعنی شب اول قبرتون مثل شب اول قبر شهدا، طول دوران برزختون مثل طول دوران برزخ شهدا، 5,000 سال قیامتتون 5,000 سال شهدا، عبور از پل صراطتون عبور از پل صراط شهدا، درجهتون تو 8 طبقه بهشت درجه شهدا، هر جایی هم ولتون نمیکنه. این مال کسیه که آقاشو بشناسه، اینم مزد او کسی که امامشو بشناسه. خدا لحظه به لحظه بر معرفت ما نسبت به امام زمان بیفزاید ان شاء الله. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. دو تا امام داریم عزیزان، اینا مصیبتشون غیر از ائمه دیگه است. دو تا امام داریم، اینا زیادی مظلومن، مظلومیتشون جنسش با بقیه اهل بیت فرق بکنه. یکی امام حسن مجتبی است، یکی آقا جواد الائمه سلام الله علیه. عذر میخوام امام رضا، معذرت میخوام. ای تو امام مضاعف مظلومن. چرا؟
چون این دوتا امام دشمنشون خانگی بود، دشمناشون همسرشون بودن. ببینید عزیزان، بعضی از اهل بیت سختی‌های زیادی داشتن تو زندگی‌هاشون، اما تو خونه همسرای مهربان و عظیمی داشتن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه تو کوچه شد جواب سلامش هم نمیدادن آقا رو، سر تو چاه میکرد. اما تو خونه زهرا داشت، خونه رو مدیریت میکرد براش. بعد از فاطمه زهرا ام البنین تو خونه داشت که میگفت علی جان جلو این بچه ها منو فاطمه صدا نزن، اینا دلشون میگیره. ام البنین بگو ببین یه زن میشه ایتون، ببین یه زن میشه بیبی رباب. علی اصغرش و امام حسین برده شش ماه، مادرها متوجه میشن برده آب بده، چجوری برگردونده؟ اذن الال اذن، گوش تا گوش حلق این علی شکافته شده، سر به پوست آویزانه. مادر دیگه منتظره. نمیدونم، بعضی مقاتل میگن بیبی رباب دید علی اصغرش، بعضی میگن ندید. اما همین بیبی رباب وقتی این کاروان رسید به مدینه تا یک سال تو آفتاب سوزان مدینه زیر سایه نمیرفت. گفتن بیبی چرا؟ بیبی گفت خودم دیدم بدن حسینم برهنه و عریان رو خاک افتاده، سایه بر من حرام است، منم توی آفتاب میمانم. بیبی یه بانو میشه اینطور، یه بانو میشه اینجوری، اما یه بانو میشه جوده. آقای من و شما با لب تشنه چنان زهری به خورده امام حسن مجتبی دادن. یه نقلی داره همونجا که آقا آب رو خوردن گفتن تشدیرین، حضرت به شهادت رسیدن. اما اون نقلی که آرزوی قلبی من اینه که دروغ باشه اینه، امام حسن مجتبی تا 40 یومن 40 روز بعدش زجر میکشیدن. آقا 40 روز بعد این لب و دندان پر از خون بود. یه زن میشه اینطور، یه زن میشه اینجوری که بعد شاد میشه از کشتن شما. میخوام به رسول خدا عرض کنم یا رسول الله ما دوست داریم حسنت رو، بریم قبرستان بقی. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبى ایها المجتبى ایها المجتبى یا ابن رسول الله یا حجة الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا استشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا اشفع لنا عندك.